سلام به همه دوستان و همراهان. جمعه 11 شهریور 1401، دوم سپتامبر 2022. ببخشید من دیشب خدمتتون نبودم، البته هنوزم حالم خیلی مساعد نیست، ولی خب به هر حال دلم تنگ شد برای دوستان اومدم. یه سخنرانی از ابراهیم رئیسی دیدم که حالا زمینی که یک دروغ بزرگ میگه، ولی منو یاد ضرب المثل دیگ به دیگ چه میگه روتسیا انداخت. میگه در دنیای غرب معیار تمدن در کشورها طرفداری از همجنس بازیه. حالا اینکه تعمد دارن اینها همجنس گرایی رو به همجنس بازی تفسیر میکنن، یه مقدار به خاطر گرایش های خودشونه، یه مقدار به خاطر سوابقی که میشناسن، و یه مقدارم تعمد دارن که اون بحث که اگر به تشخیص بعضی از پزشکان یا افراد گرایشی در افراد وجود داره اونو تقلیلش بدن به بحث رابطه جنسی. خب اینو بشنوید. جاهلیت مدرن امروز همون جاهلیت قدیم است با اسم‌های مختلف. فرق جاهلیت مدرن آن است که امروز علم و فناوری را دارد، قدرت رسانه را دارد، قدرت، پول و بسیاری از امکانات رو به کار گرفته است تا پیام جاهلی خودش رو در عالم تبلیغ کنه. زشت ترین اخلاق را به عنوان شاخص تمدن در جهان معرفی کنه، و اگر میخواهد کشوری را متمدن معرفی کنه با یک شاخص اخلاقی بسیار پست و زشت معرفی میکنه، همجنس بازی. این دیگه چقدر زشتی و پلیدی است در عالم که زشت‌ترین کار به عنوان شاخص تمدن معرفی میشه در عالم. این که واقعا یه پشت آدم مریض الفکر، مریض الذهن، بیمار روحی روانی که همه چیز رو خودشون سکسی میبینن. پدرزن همین آقای رئیسی میگه که اگه خانم ها برن تو ورزشگاه هیجاناتشون باعث تحریک مردها میشه. یکی دیگه میگه که اگه تجاوزی صورت میگیره به خاطر که خود خانم ها رعایت نمیکنن. یعنی اصلا یک تصوری درست میکنن که هر مردی به محضی که یک زن رو ببینه، چون خودشون واقعا اینطوری هستن، اینا اکثرشون به دلیل اینکه ازدواجایی که داشتن ازدواج تحمیلی بوده، اصلا یه عقده نسبت به جنس زن، به خصوص زنهای زیبارو دارن. خب کسانی که اینطور تلقی از وجود زن دارن و زن رو فقط کالای جنسی میدونن، در مورد غرب اینطوری قضاوت میکنن. خامنه ای بارها گفته که زن در غرب یک کالاست، در حالی که میدونیم اینجا اتفاقا اگه چیزی کالا باشه مرده. زنها هم تسلط دارن، هم قدرت دارن، استقلال دارن. اما در ایرانه که بسیاری از این آقایون تو تلویزیون رسما میگه خانم اگر درآمد داره باید در اختیار شوهرش بگذاره و از شوهرش پول بگیره. اون یکی میاد میگه که من خودم رفتم برای همسرم یک زن دیگه گرفتم، و روایت درست میکنن، جعل میکنن که بزرگترین خدمت زن، بزرگترین شخصیت زنی که شوهرداری و خانه‌داری بکنه. وقتی اینا میگن در غرب زن کالاست، خب این که میگم هر کس نگاه کنه مشخصه چه کسی به زن نگاه ابزاری داره و تصور میکنه هر نگاهی که به زن بیفته یک تمایل جنسی پوشش. اینه که مشخصه، میگم کسی که کنسرت رفت، دوچرخه سواری خانم ها، تحرکات ورزشی خانم ها، همه رو باعث فساد در جامعه میدونه. یعنی از نظر اون زن فقط یک مظهریه برای لذت بردن و باید در پستوی خانه آقا باشه، وگرنه باعث فساد جامعه میشه. وقتی اینا میگن غرب به زن به عنوان کالا نگاه میکنه، یا میگن تمدن غرب جز کثیف ترین تمدن هاست، همینطوری که رئیسی گفت. من اینکه شنیدم یادم افتاد چند روز پیش یه ویدئویی دیدم، خیلی هرس خوردم ولی تلاش کردم از کنارش بگذرم. یه شیخکی هست به نام علیرضا پناهیان. این شیخک از سخنرانان بیت رهبر هست، یعنی در همین سالهای کرونایی هم که خامنه‌ای خیلی تحفظ داره در جمع حاضر نمیشه، همه جا حتی در تجمع یک نفره در حسینیه خودش برای روزخانی هم ماسک میزنه، و فقط پوتین از ماسک زدن معافه. دیدید که فقط در ملاقات با پوتین خامنه ای ماسک نداشت، در سایر ملاقات ها، حتی میگن برنامه های یک نفره ای که در بیتش میگذارن با عنوان روزخانی محرم یا ایام فاطمیه، یه آخوندی سیمتون ورتر رو منبر نشسته، خامنه ای هم با ماسک نشسته اینبر. علیرضا پناهیان یکی از اون آخوندک هاست که اینقدر مورد توجه و مرتبم در شبکه های مختلف تلویزیونی برنامه داره.
شبهای قدر معمولا وقتی از یکی از مراکز مذهبی مراسم احیا برگزار میشه، یکی از اینا معمولا پناهیان و سخنرانش مستقیم پخش میشه. خب حالا ببینید این مردک کثیف، واقعا کثیف، در مورد نماز چی میگه؟ حالا آقای بهجت رو ببینید، فرمود چرا پیغمبر فرمود من از دنیای شما زن و نماز رو دوست دارم؟ این حدیث پیغمبر اکرم بود، شهرش رو از آقای بهجت بشن. بعد آقای بهجت شهر میداد، فرمود یعنی توی نماز لذتی از رابطه زن و مردی از اون جنس لذت هست به اضافه چیزهای دیگه. حالا نه اینکه فقط مردا از نماز اینجوری لذت، زن و مرد فرق نمی کنه، این رابطه برای زن و مرد شیرینه دیگه. اینه که من دیگه نگفتم که این سخن پیغمبر اکرم شارژ آقای بهجت. دیدی من اصلا من نبودم، تقصیر من نیست. دایی وقت نگید که تو همه رو آوردی میخوای با لذت تفسیر کنی. من واقعا نشنیدم و مطمئنم هیچ کس دیگه هم نشنیده که در هیچ کشوری، حتی کشورهایی که مثلا یه جمعیت قلیل آلت پرست هستند، عبادت رو با سکس مقایسه کنند و برای این که لذت عبادت رو به طرفداران خودشون معرفی کنند بیان بگن معادل رابطه زن و مرده. چقدر یک ذهن باید کثیف باشه، چقدر یک ذهن باید خدا رو هم مثل خودش ببینه که فکر کنه که صحبت کردن با خدا لذتش معادل رابطه جنسیه. چقدر اینا کثیف هستن. خب ببینید، ما با یک همچین موجوداتی مواجهیم. این آدم، میگم آدم که چه عرض کنم، این نرینه از آخوندک‌های مورد توجه علی خامنه‌ای، از همین کسایی که شنیدید حتما در یک با یکی از این سرمایه‌دارای بزرگ زارن زرماکاران رزماکاران شریکه، بعد گفت یک خونه برام خریدن و حتی گفتش که بچه حزب اللهی باید پولدار باشه و مشخصه بچه حزب اللهی که عرضه پول جمع کردن نداره، یعنی دزدی بکنن. حالا اون آدم دست از این کارا، یعنی آدمی که مورد توجه حکومت و از اون انقلابیون ولایی با بصیرت مورد توجه رهبره، که میگم در خصوصی ترین محافلی هم که رهبر برگزار میکنه دو سه تا آخوند هستن که من براشون توی محافل خصوصی سخنرانی میکنن، یکیش اینه، این نزدیکترین هم هست. مدعاهای حکومتی همشون خودشون رو شاگردان این آدم میدونن، این آدم خیلی ادعا داره، این نرینه. بعد ببینید در مورد نماز چی میگه و خالی اینو مقایسه کنید با حرفای رئیسی. یعنی واقعا شما چند لحظه فکر کنید، اگر قرار باشه که بگیم یک تمدن کثیفه، اگه بگیم یک جامعه کثیفه، اگه بگیم یک تفکر کثیفه، کدوم کثیف داره؟ این که یه عده برای خودشون، نه بالای منبر، نه در توصیف عبادت، برای خودشون روابط جنسی دارن که از نظر یه عده ممکنه طبیعی نباشه. بله، در خیلی از کشورهای دنیا هنوز این روابط رو طبیعی نمیدونن. حتی در سنگاپور که اخیراً ممنوعیت روابط هم جنس ها برداشته شد، اجازه ازدواج نمیدن، میگن ازدواج فقط ازدواج جنس مخالف. ولی به هر حال این وجود داره، یک گرایشی که وجود داره. و از همه مهمتر این که در بالاترین و مذهبی ترین سطوح جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. سعید طوسی چه کاره بود که با تعداد زیادی فرزندان مردم لواط کرد؟ اخیراً مگر نگفتن که یه پیرمردی در فلان شهرستان اطراف قم به 65 کودک تجاوز کرده؟ حالا اونم ظاهراً خادم مسجد بوده، چی بوده؟ مگه معلمینی که وابسته به یکی از خانواده مذهبی بودن، یک معلمی که وابسته به خانواده مذهبی بود شکایت ازش نشد بابت ارتباط نامشروع با پسرها، حالا غیر از رابطه با دخترها؟ خب حکومتی که حتی قاری بیت رهبرش رو نمیتونه کنترل کنه و همین کاری رو میکنه که از نظر رئیسی میگه زشت‌ترین، البته زشت‌ترین از نظر من اختلاسه، زشت‌ترین کار از نظر من دزدیه، زشت‌ترین کاری که یک آدم بی سواد بیاد بر کشور حاکم شه، کشور رو به فقر بکشونه و وقتی تعدادی زن و مرد ناچارشن کاری بکنن که مایل نیستن. من شنیدم، البته این شنیدم نشنیده همینطوری، از افراد موثق شنیدم که بعضی از جوانها برای تأمین هزینه تحصیلشون تن میدن به این کار. یعنی رئیسی نمیدونه، شاید مثلا آدمای رئیسی باشن این کارو میکنن پول بشونن، چون خیلی از مردم که پول زیادی ندارن این کارا رو بکنن. شاید آدمای حکومت این کارو میکنن، حتما خودشون میدونن. یادشون رفته که سه تا از، اگه بیشتر از این نباشه فکر نمیکنم، بیشتر سه تا از
افراد رسانه‌ای حامی جمهوری اسلامی در خارج از کشور به همین مسئله مبتلا هستن، اگر مریضی، اگر زشت اخلاقی، هرچی هست. یادشون رفته که گزارش‌های کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی توسط چه کسانی تنظیم میشه، یا نمیدونم اون فعال رسانه‌ای که خودش رو تیک پاره میکنه بر جمهوری اسلامی اصلا به چه دلیل در زندان بوده در جمهوری اسلامی، و هنوز اون آدم نور چشم حزب اللهی هست، بعد میاد میگه غرب کارهای کثیف رو نشانه تمدن میدونن. این که اصلا دروغه، تمدن در غرب این نیست اصلا. هیچ کس رو به خاطری که هم جنس گراست ارزش ویژه بهش نمیدن، و تازه ممکن خیلی از مردم هم قبول نداشته باشن. اینجا علم مردم ارزش بهشون میده، ثروت بله ارزش میده، ولی ثروتی که از طریق اختلاس نیست. اینجا ثروت اندوزی کار قبیحی نیست، بله حتما یه سو استفاده میکنن، ولی راهش هم برای کسی بسته نیست. اینطور نیست که فقط برای اطرافیان و طرفداران حکومت راه باز بشه، باقی مردم محتاج نان شب باشن. ببینید، حکومتی که به دلیل فقر بسیاری از جوانها رو وادار کرده به تن دادن به همجنسگرایی که در حالی که باب ملشون نیست، اینجا کسی انجام میده اختیاره در کشور جمهوری اسلامی در تحت نظام کثیف ولی فقیه، تعدادی از جوانها با رنج تن میدن برای تامین هزینه‌شون، تعدادی از دختران و زنان علارغم میل باطنی تن میدن، در بالاترین سطوح مذهبیشون در حوزه ها، در مدارس، در بیت رهبر قاریش لواطکاره، و خبرنگاران طرفدارشون در خارج از کشور این کاره هستند. اون وقت اینا میگن که در غرب زشته، واقعا وقاحت رو از حد گذروندن، و میگم از همه بدتر لذت عبادت که برای هر کس که اعتقاد داره یک لذت ویژه‌ست رو این احمق‌های بیمار جنسی با روابط جنسی مقایسه میکنن. کدوم کثیف‌تره؟ اگر کثیف باشه، اون رو که من کثیف نمیدونم، انتخابه، کسی رو مجبور نمیکنن. اما شما مردم رو به نمازی مجبور میکنید که به نظر شما مزیتش اینه که لذت جنسی داره. شما مردم رو وادار میکنید پشت سری کسی نماز بخونن که مشخصی است به لحاظ اخلاقی چطوره. فکر نکنید فقط این آدم اینو میگه. در جمهوری اسلامی تا حالا 3 مؤمم سرشناس اعدام شدن به جرم لواط. حالا یکیش به نظر من، حالا به اتهام لواط میگم نگم جرم، یکیش به نظر من کاملا دروغ بود، به خاطر تسویه حساب سیاسی با احمد خمینی کار کردن. وقتی خامنه‌ای رهبر شد، رفسنجانی و خامنه‌ای برای اینکه به احمد خمینی بگن که تموم شد دوره نفوذت، نزدیکترین دوست احمد خمینی سید عبدالرضا حجازی رو که واعظ بسیار مشهور بود در تهران، به جرم لواط، به اتهام لواط اعدام کردن. این آدمی که سالها بالای منبر مردم دعوت میکرد به اسلام. امید نجف آبادی حاکم شرع مورد تایید جمهوری اسلامی بود، و بسیاری از مصادره هایی که اموالش الان امثال حداد عاده رو دیگران میخورن و میچرن توسط امید نجف آبادی مصادره شده بود. اون رو به خاطر ارتباط با مهدی هاشمی گرفتن و بعد اعلام کردن که در شب قبل از اعدام در سلولش با همسلولش لواط کرد. اینی که جمهوری اسلامی میگه این حاکم شهر جمهوری اسلامیه، این یک شخصیت غربی نیست، این تحت تاثیر تمدن غربی نیست. و یکم سید علی نقی سید خاوری بود، نماینده مجلس دوم، نماینده مجلس بود، مؤمن بود و به جرم لواط اعدامش کردن. من اصلا نمیدونم درست یا نه، ولی تو جمهوری اسلامی چیزی که خودتون گفتید، این وریه که تا حالا اعتراف نکردن یک مقام حکومتی به زور به یک پسر بچه یا به یک مرد تجاوز کرده باشه. شما اعتقاد دارید اینا به زور تجاوز میکردن، میگید امید نجف آبادی حاکم شهر نور چشمی شما که اموالش مصادره هاش هنوز مورد استفاده شماست، شب لواطش به زور با همسلولیش لواط کرده. شما عبدالرضا حجازی و سید علی‌نقی سید خاوری رو به این اتهام محکوم کردید. سید خاوری اگه اشتباه نکنم نماینده لنگرود بود در مجلس دوم. خب این سیستمی که شما واقعا تربیت شدگانش اینا اونا هستن، مبلغینش اینا هستن، و میگم واعظ بیت رهبر بالاترین لذت رو که یک آدم معنوی، من برای همین میگم به این امام سر نگید روحانی، این چه روحانیتی در وجود یک آدم کثیف میتونه باشه که لذت عبادت رو با لذت مسائل جنسی قاطی کنه. اینا برای اینکه مردم گول بزنن و بگن عبادت به تنهایی لذت داره، میگفتن حضرت علی به خدا میگه من به خاطر طمع بهشت یا ترس از جهنم عبادت نمی کنم، من به عبادت تو عشق میورزم. حالا عبادت آقای پناهیان در واعظ بیت رهبر و کسانی که حمایتش میکنن اینه که نماز میخونن، بلکه تو نماز مثلا به یک لذت جنسی برسن، از بس که طفلکا بیماری
جنسی دارن و از بس که کمبود جنسی دارن. میگم ازدواجایی داشتن با این باش آدمایی که از خودشون لابد، معذرت میخوام اینطوری میگم، هیچ چیزی نمیگم، از خودشون لابد بی جاذبه تر و غیر قابل تحمل تر. واقعا متاسفم برای ایران که این اراذل کثیف الاخلاق و منحرف بر رسانه‌هاش، بر ارکان حکومتیش مسلط هستن. موفق باشید.